احتمالاً این جمله معروف رو زیاد شنیدید که بال زدن یه پروانه تو برزیل میتونه باعث ایجاد یه طوفان تو تگزاس بشه که به عنوان اثر پروانه‌ای شناخته میشه. اما چطوری همچین چیزی ممکنه؟ امروز میخوام یه موضوع جالبی رو بررسی کنیم به نام نظریه آشوب و اثر پروانه‌ای. ببینیم اصلا حرف حسابش چیه؟ چه تأثیری داره رو زندگی ما تو این دنیای عجیب؟ اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخنورد کیوریوسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات هم این ویدیو گذاشتم. دهه 1960 یه دانشمند هواشناس به نام ادوارد لورنس یه شبیه‌سازی ساده کامپیوتری ساخت برای پیش‌بینی وضعیت آب و هوا. 12 تا معادله در نظر گرفت که 12 تا متغیر داشتن. یعنی چیزایی مثل دمای هوا، رطوبتش، فشارش، اینا رو میداد به این معادلات تا وضعیت آینده آب و هوا رو نشون بدن. موقع کار با این برنامه شبیه‌ساز متوجه شد بعضی وقتا با اینکه ورودی یکسانی بهش میده آب و هوای متفاوتی پیش بینی میکنه. اولش فکر کرد مشکل از کامپیوتره، اما وقتی دقیق‌تر بررسی کرد فهمید ورودی‌هایی که به کامپیوتر میداده دقیقاً یکسان نبوده. یه مقدار خیلی جزئی با هم اختلاف داشتن. همین اختلاف ناچیز باعث میشد نتیجه نهایی کاملاً متفاوت بشه. معادلاتشو کلی ساده تر کرد تا اینکه به 3 تا معادله رسید با 3 تا متغیر. اما بازم همون اتفاق افتاد. بعد از این قضایا لورنس یه مقاله منتشر کرد با این عنوان که آیا بال زدن یه پروانه تو برزیل میتونه باعث ایجاد یه طوفان تو تگزاس بشه؟ یعنی اون تغییرات خیلی کم تو مقدار اولیه متغیرها رو تشبیه کرده بود به جابجایی ناچیز هوا موقع بال زدن یه پروانه. بعد به این نتیجه رسیده بود که اگه اون تغییرات کوچیک آب و هوای پیش بینی شده رو کلاً عوض می‌کنه، پس احتمالاً بال زدن پروانه هم در نهایت میتونه باعث ایجاد یه طوفان توی قسمتی از زمین بشه. شاید الان به نظرتون این یه حرف غیر منطقی باشه، اما اگه ادامه ی ویدیو رو ببینید متوجه میشید که 100% درسته. لورنس به این اتفاق میگفت اثر پروانه‌ای، اما الان اسم دقیق‌ترش اینه: وابستگی حساس به شرایط اولیه. تو سالهای بعدی یه نظریه‌ای به وجود اومد که پایه اصلیش همین اثر پروانه‌ای بود به نام نظریه آشوب. برای اینکه راحت تر درکش کنیم از یه آونگ استفاده می کنم. فرض کنید یه فضای دو بعدی داریم که روی یه بعدش مقدار زاویه آونگ رو نشون میدیم، رو اون یکی بعدش هم مقدار سرعتشو. به خاطر استکاکی که وجود داره آونگ ما دائما انرژی از دست میده، سرعت و زاویهش کمتر میشه. برای همین نمودارش به شکل یه مارپیچه که به سمت نقطه مرکزی حرکت میکنه. به این فضای دو بعدی که این نمودار مارپیچی توش رسم شده میگن فضای حالت یا فضای فاز، چون تمام حالتهایی که آونگ ما میتونه داشته باشه داخل این فضا میشه نشون داد. مثلا اگه استکاکو کلن حذف کنیم دیگه انرژی آونگ هدر نمیره. برای همین نمودار فضای حالتش به شکل دایره در میاد. اما تو این حالتی که استکاک داریم یه ویژگی خیلی مهم وجود داره. وضعیت نهایی آونگ هیچ وابستگی به شرایط اولیه‌اش نداره. از هر جایی که رهاش کنیم میتونیم پیش بینی کنیم که تهش به صورت عمودی ساکن میشه. یه سیستم قابل پیش بینیه. حالا بیاید یه آونگ دیگه به انتهاش اضافه کنیم. حرکتش پیچیده تر میشه، ولی بازم میتونیم بگیم وضعیت نهاییش کاملا قابل پیشبینیه. از هر جایی که ولش کنیم در نهایت به صورت عمودی میایسته. اما وقتی استکاکش رو حذف کنیم دیگه قضیه فرق میکنه. از هر جایی که رهاش کنیم یه مسیر پرآشوبی طی میکنه، هر بارم با دفعه قبل متفاوته.
اینجا من توی برنامه کامپیوتری دو تا از این آونگای دوتایی بدون استکاک تعریف کردم. تمام شرایط اولیه‌شون هم شبیه همه، ولی یکیشون به اندازه 100,000 درجه از اون یکی بالاتره. پس وضعیت ابتداییشون یه مقدار خیلی خیلی ناچیزی با هم فرق داره. اونقدر کمه که اصلا با چشم دیده نمیشه. این دوتا رو دقیقا همزمان با هم رها میکنم. همطور که میبینید تا یه مدتی مسیر حرکت هر دوشون یکیه، اما از یه جایی به بعد یواش یواش شروع میکنن از همدیگه جدا میشن. هرچی زمان بیشتری میگذره اختلافشون بیشتر میشه. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ وضعیت آینده آونگ بستگی داره به وضعیت ابتداییش، در صورتی که تو مثالای قبلی اینطوری نبود. همون اختلاف ناچیزی که تو شرایط ابتداییشون وجود داشت باعث شد آینده این دوتا آونگ کاملا متفاوت باشه. اگه اختلافشون رو بازم 1,000,000,000 برابر کمتر کنیم، زمان بیشتری طول میکشه تا از همدیگه جدا بشن، ولی بالاخره میشن. فقط و فقط زمانی حرکتشون تا ابد یکسان باقی میمونه که شرایط اولیهشون 100% یکی باشه. به یه همچین سیستم هایی که نسبت به وضعیت ابتداییشون حساسن، سیستم های آشوبناک گفته میشه. پس در واقع تو سیستم های آشوبناک اثر پروانه‌ای وجود داره. کمترین تغییری تو شرایط ابتدایی نتیجه نهایی رو کاملا عوض میکنه. نظریه آشوب حرف اصلیش همینه. تو تمام شاخه های علمی هم کاربرد داره، از فیزیک گرفته تا اقتصاد، مدیریت، الکترونیک، خلاصه همه چیز، چون ما داریم توی دنیای آشوبناک زندگی میکنیم. اتمسفر زمین هم یه سیستم آشوبناکه. به خاطر همین بود که وقتی لورنس به طور ناخواسته مقادیر اولیه رو یه کوچولو تغییر میداد، آب و هوایی که پیشبینی میشد کلن فرق میکرد. آونگ ما دو تا متغیر داشت، برای همین فضای حالتش دو بعدی بود. اما معادلات لورنس 3 متغیر داره، پس فضای حالتش 3. نمودارش هم این شکلی میشه. حالا باز من اومدم 3 از این معادلات لورنس رو توی برنامه کامپیوتری قرار دادم. شرایط ابتدایی همشون هم شبیه همه، فقط یکی از متغیراشون یه اختلاف خیلی کوچیک داره با هم دیگه. اینجا هم همونطور که میبینید اولش نمودار فضای حالت هر سهشون یکسانه، اما از یه جایی به بعد کم کم شروع میکنن از هم فاصله میگیرن. در نهایت اختلافشون اونقدر زیاد میشه که هر کدومشون به یه مسیر جدایی میره. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که تغییر جزئی یکی از ویژگی‌های آب و هوایی باعث شده پیشبینی ما از آب و هوا به 3 حالت کاملا متفاوت برسه. به خاطر همینه که سازمان‌های هواشناسی هم معمولاً بیشتر از 1 رو پیشبینی نمی‌کنن، چون آب و هوا یه سیستم آشوبناکه. در واقع کل جهان هستی یه سیستم آشوبناک محسوب میشه. قرن 17 زمانی که نیوتن رو قوانین حرکت خودش کار میکرد، به نظر میومد همه چیز قطعی و قابل پیشبینیه. مثلا با داشتن معادله حرکت زمین به دور خورشید میتونیم وضعیت آینده زمین رو پیش بینی کنیم. اما کم کم متوجه شدیم دنیا به این سادگی هم کار نمیکنه. زمانی که ما فقط چرخش زمین به دور خورشید رو در نظر بگیریم، معادلات نیوتن جواب میده. اما وقتی یه جسم دیگه مثل ماه به این دوتا اضافه بشه، قضیه خیلی پیچیده تر میشه. این مشکل معروف به مسئله 3 که نیوتن هیچ وقت نتونست راه حل مناسبی براش پیدا کنه، تا اینکه دانشمندای بعدی به این نتیجه رسیدن که چون این یه سیستم آشوبناکه نمیتونیم آیندهشو با یه دقت بالایی پیش بینی کنیم. شبیه همون مثالایی که در مورد آونگ‌های تکی و دوتایی دیدیم. مسیر حرکت آونگ دوتایی رو وقتی نگاه میکنیم یه آشوب و هرج و مرج شدید میبینیم. اما آیا این به این معنیه که حرکاتش تصادفیه؟ نه، اصلا تصادفی نیست. کاملا قطعی هم هست. منتها اون آونگ تکی قابل پیشبینی بود، این قابل پیشبینی نیست. دلیلش هم اینه که نسبت به شرایط اولیه‌اش حساسه.
اگه بتونیم هر بار دقیقاً از یه نقطه رهاش کنیم، مسیر مشابهی رو طی می‌کنه. ولی این کار عملاً غیر ممکنه. چون حتی اگه به اندازه یه دونه اتم بالا پایین بشه، در نهایت مسیرش متفاوت میشه. پس اینکه میگیم سیستم‌های آشوبناک غیر قابل پیش‌بینی هستن، به خاطر همینه. این بحث اثر پروانه‌ای و آشوبناک بودن دنیای ما برای سفر در زمان هم مشکل ایجاد می‌کنه. چون اگه کسی بتونه به گذشته سفر کنه، کوچکترین اثری که از خودش به جا بذاره می‌تونه آینده دنیا رو کاملاً دگرگون کنه. همینو میشه در مورد زمان فعلی هم گفت. یعنی بی اهمیت ترین کارایی که ما امروز انجام میدیم به خاطر همین اثر پروانه‌ای میتونه به مرور زمان به تغییرات خیلی بزرگی منجر بشه. اما آخرین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم وجود نظم تو دل بی نظمیه. یه بار دیگه به فضای حالت معادلات لورنس نگاه کنید. اولش حرکاتش خیلی نامنظم و درهم دیده میشه. اما هرچی زمان بیشتری میگذره میبینیم یه شکل خاصی به خودش میگیره. تقریبا شبیه یه پروانه میشه. نقاط ثابتی رو میتونیم ببینیم که تمام خطوط دور اینا میچرخن. به سمتشون جذب میشن اما هیچ وقت بهشون نمیرسن. این نقاط معروفن به جذب کننده های لورنت. هر سیستم آشوبناکی میتونه جذب کننده های خودش رو داشته باشه، شکل فضای حالتش هم مخصوص خودش باشه. در مورد معادلات لورنس به صورت اتفاقی شبیه یه پروانه دیده میشه. پس وقتی با یه دید کلی به یه سیستم آشوبناک نگاه میکنیم، ممکنه بتونیم یه نظم خاصی از تو دل بی‌نظمی‌ها بیرون بکشیم. چیزی که باعث شده اثر پروانه‌ای بین مردم معروف باشه، همین علاقه ما به پیشبینی آینده است. اگه بخوایم آینده قطعی یه سیستم آشوبناک مثل منظومه شمسی رو بفهمیم، باید ورودی هایی که به کامپیوتر میدیم 100% دقیق باشه. ولی خب مسئله اینه که هر چقدرم که تلاش بکنیم نمیتونیم به یه همچین دقتی برسیم. اینه که باعث میشه سیستم های آشوبناک غیر قابل پیشبینی باشن. راستی ببخشید تو ویدیوی قبلی که مربوط به نقاشی هوش مصنوعی بود یه اشتباه داشتم که به جای علامت اسلش گفتم بک اسلش.